آقای نور محمد عسکری، با درود دوباره و سپاس از آمادگی شما برای اینکه اطلاعات خودتون رو در اختیار ما و شنوندگان ما قرار بدید، در گفتارهای پیشین فرمودید که ایرانی ها از همون سالهای نخستین خودشون رو آماده کردند که قیام بکنند علیه اشغالگری که خلف وعده کرده بود، دروغ گفته بود، با شعار بهبود زندگی و از بیان بردن فاصله طبقاتی و برقراری جامعه توحید اسلامی ایران رو اشغال کرد، ولی خیلی زود دیده شد که غارتگر بودن، قاتل بودن، تجاوزگر بودن، به زنان تجاوز میکردن، فرهنگ ایران رو نابود کردن و غیره و غیره. از امشب میخوام از شما بپرسم که ایرانی ها برای باز پس گرفتن استقلال ملی خودشون چه کردن و از کی میشه گفت که نخستین قیام ملی و مردمی در ایران علیه تهاجم فرهنگی و سیاسی و نظامی عرب آغاز شد. با سلام و درود به شما و همچنین با تعظیم و تکریم به هممیهنان گرامم، هنوز 100 سال بیشتر از حضور اسلام نمی گذشت که نخستین قیام مردانه ایرانی ها شروع شد و ایرانی ها توانستند بزرگترین کار را انجام بدن، یعنی کاری کردن، کارستان بنی امیه را از پا در آوردن و از بین بردند و بنی امیه مزمحل شد و مردی به نام ابو مسلم خراسانی در خراسان قیام کرد. ابو مسلم روزی که قیام کرد در تاریخ نوشته است که او 19 سالش بود، ولی مردی رشید و تربیت شده. فقط یک اشکالی در تاریخ هست و اون این است که ناگزیرم این مطلب رو توضیح بدم که چرا، برای اینکه بسیاری از ایرانی ها بر ابو مسلم خورده را میگیرند که تو وقتی که بنی امیه رو از پا در آوردی چرا مجددن عباسیان را بر سر کار آوردی. این یک نکته انحرافی داره که این رو حتما بایستی بهش توجه بکنن. تمام مورخین می نویسند که ابو مسلم 16 سالش بود که به زندان افتاد، منتها کمتر متوجه این نکته شدند که چرا. ولی خب ابو مسلم در 16 سالگی مردی بود غیور و شجاع و میرفت و با اعراب می جنگید، به این جهت به زندان افتاد. طرفداران عباسیان او را از زندان آوردن بیرون و بردنش به نزد ابراهیم که بعدها نخستین خلیفه عباسیان شد. و بین 16 سالگی تا 19 سالگی، یعنی اون دورانی که برای فراگیری بهترین دوران هست، ابو مسلم در خدمت عباسیان بود. طبیعتاً از اونها خیلی فرا گرفته و باز بایستی بگیم که خودش رو مدیون اونها میدونه. از زندان آوردنش بیرون، بزرگش کردن، کار یاد گرفته و حالا به عنوان نماینده تام الاختیار اونها برمیگرده به طرف ایران. این خیلی براش اهمیت داشت. ابو مسلم شروع میکنه به فعالیت کردن و میگویند که ظرف چند ماه فقط ارتش عظیمی دورش جمع شد که به نام سیاه جامگان معروف شدند. اینها آماده شدند و ایرانی ها که از دست اعراب به جان آمده بودند با جان و دل به ابو مسلم پیوستند. یک، طبقه دهقان ایرانی
طبقه دهقان یعنی اونهایی رو که در عصر قاجار بهشون گفتن متعینین، یعنی کسانی بودند صاحب زمین، صاحب باغ، صاحب اراضی وسیع که تعداد زیادی زارع براشون کار میکرد و اینها متمول بودن، متمولین اون دوره. تمام اینها کوشش کردند که ابو مسلم رو دریابند و مخارج ابو مسلم رو تأمین کنند. نتیجتا ابو مسلم هم به زودی و به سرعت ارتش داشت، هم به زودی ثروت داشت، میتونست مخارج ارتشش بده، میتونست همه کار بکنه. به این جهت کوشش کرد که خراسان رو از زیر سیطره المعتصم المستعصم یعنی آخرین خلیفه بنی امیه بیرون بیاره. و با وجود اینکه ارتش‌های فراوانی به اونجا حمله کرد، عرب همه شکست خوردن و ابو مسلم مرد مردونه مقابل اینا ایستاد و ایرانی ها کمکش کردن. و اولین کاری که کرد ابو مسلم کوشش کرد تمام اون مالیات های مضاعفی رو که اعراب از ایرانی ها می گرفتن اونا رو از بین ببرد. ایرانی دست و بارش باز شد، شروع کرد به کشت و کار و کشت زرع و دامداری و خراسان یک پارچه آماده خدمت شد و ابو مسلم هم نهایت کوششش کرد که اینا آسایش داشته باشند و زندگیشون رو روبراه کنه. در نتیجه خراسان یه مملکتی شده است برای خودش، آباد و آزاد، و تمام اون حرفهایی که در گذشته داشتن از بین رفت، تمام اون قید و بندها همه از بین رفت. تعدادی عرب اونجا مونده بودن که تمام اینها آمدن زیر سیطره ابو مسلم. برای اینکه این عرب پا برهنه به اصطلاح شکم گرسنه ودو برگرد و کجا دومده برگرد تو کبیر، عادت کرده دیگه، حالا چشمش ثروت دیده، زندگی دیده، بلافاصله پذیرفتن که زیر سیطره ابو مسلم باشن، ولایت ابو مسلم بر خودشون پذیرفتن و موندن اونجا. و همین ها هم مقدار زیادی در ارتش آمدن و خدمت کردن و همراه ابو مسلم آمدن و با او کار کردن. خب خلیفه المستعصم از پای در آمد، رفت بغداد رو گرفت، تمام شد، فرو ریخت بنی امیه، فرو ریخت. روزی که بنی امیه فرو ریخت، ابو مسلم متوجه عباسیان شد و چون در خاندان اینها بزرگ شده بود و به اینها خدمت کرده بود، اینها بهش خدمت کرده بودن، پرورنده بودنش، این حرفا، فکر کرد که اگر یک کسی از خاندان به اصطلاح خاندان مستقیم علوی ها نبودن ولی اینا منصوبان علویان بودن و از این خاندان سر کار بیاد، تمام کشورهای اسلامی باز میپذیرند اینها رو. و از طرفی تمام اون حرفایی رو که جناب خمینی در پاریس میزد و تعریف میکرد که ایران بهشت بر این خواهد شد و ما به شما قول میدیم که در ایران همه کار برای آسایش مردم انجام بشود، زنها آزادند، مردها آزادند و همه چیز در راه پیشرفت و اعتلاء ایران خواهد بود، عباسیان هم تمام اون حرفا رو شروع کردن تبلیغ کردن. تبلیغی عظیم و عجیب که ما نمانند بنی امیه با شما رفتار خواهیم کرد ای مسلمانان، ما همان عدل علی رو اعلام خواهیم کرد و همونطور که پیغمبر اسلام گفته است با شما عمل میکنیم و همه با هم برادر و برابریم. و با این حرف ها هم ابو مسلم رو فریب دادن، هم مردم مسلمان شده مسلمان زده رو در کشورهای مختلف، و اینها پذیرفتن که پس عباسیان سر کار بیان. داستان عجیبیست. ابراهیم امام نخستین خلیفه
4 سال بیشتر نماند برای اینکه بیمار بود و مرد. اما از همان نخستین روزی که ایشون رو به عنوان خلیفه اعلام کردند، تمام اون وعده‌ها و قول‌هایی که داده بود فراموش کرد و شروع کرد به کشتار بنی امیه. میگویند که یک پسر عمویی ایشون داشت که در تمام کارها همراه و همگام اینها بود و سعی میکرد که به اینها خدمات فوق‌العاده‌ای بکنه برای اینکه خودش هم والی شده بود. این پسر عمو اعلام میکنه به سران بنی امیه‌ای که باقی مونده بودند که ما برای اینکه با هم آشتی بکنیم از شما دعوت میکنیم که شما به مهمانی بیایید. همه اینها رو در سرای خلافت جمع میکنه، اما دستور میده دور تا دور این سالونی که اینها نشسته بودند سربازان با خنجرهای برهنه بیستن. تمام اینها زن، بچه، کوچک، بزرگ، همه وقتی جمع میشن فرمان میده همه اینا میریزن تو و تمام اینا رو تیکه تیکه و قطع قطع میکنن. و بعد عجیب اینه که روی اینها فرش میکشن در حالی که اون زیر مقدار زیادی مردمی زخمی فریادشون به آسمان بود سفره پهن میکنن و به عیش و عشرت میپردازن. یکی از مسائلی که در اسلام ظاهرا ممنوع هست مسئله شرابه، مسئله مسکراته، ولی خمخانه های شراب این خلفا در دنیا معروف بود. از تمام دنیا بهترین انگور رو برای خمخانه ها اینا می بردن و اینها شراب می داختن و از شراب استفاده می کردن و می خوردن و مست می کردن و به جان مردم می افتادن. اینجا یه مطلبی یادم اومد، خارج از قضیه هست اما بد نیست که براتون بگم. شما میدونید که ما در ایران الان در ایران در نوروز 7 سیم میگذاریم، اما قبل از این 7 سیم بوده است. 7 سیم، یکی از اون 7 ها شراب بوده. در سفره 7 سیم شراب میگذاشتن و تا 2 قرن بعد هم این مسئله ادامه داشت، تا اینکه آخوندهای قشری با وجود اینکه خودشون هر شب شراب رو میخوردن صداشون در اومد در مسجد که با اسلام ها و مصیبت ها اینها شراب میخورن، شراب میذارن توی سفرهشون، نوروز حرامه، شراب میذارن. از این حرفا دانشمندان ایرانی آمدند و فکر کردند که چه بکنیم که هم شراب رو در سفره داشته باشیم، هم نوروزمون رو حفظ بکنیم و هم آخونده نتونن به همون ایراد بگیره. آمدن خواهر دوقلوی شراب رو به وجود آوردن. شما میدونید سرکه اختراع ایرانی هاست و سرکه تمام موادش همون ماده شرابه، فقط اون میجوشه اون نمیجوشه، تمامش همونه. شما یک کمی سرکه رو زیادتر بگذارید شراب میشه دیگه. آمدن و از اون به بعد سرکه رو اختراع کردن و گذاشتن توی سفره به جای شراب. و این هوشمندی ایرانی ها بود که مانع شدند از اینکه ویلا اونا تار بود ایرانی ها رو به باد میدادن و اصلا نوروز رو از بین میبردن. از وقت بعد گفتن نه ما 7 سین داریم، اصلا 7 سین نداریم. مقصود وقتی که اینطور شد ابو مسلم متوجه این نکات شد که ای وای عجب وضعی من به وجود آوردم و عجب روزگاری من برای مردم سیاه کردم که با دست خودم عباسیان رو سر کار آوردم و امروز با این سخط و خشونت.
هدف قرار می‌دهد برای اغراض خود